سلام عزیزان خداوند، خدا رو شکر میکنم برای تک تکتون، خدا رو شکر میکنم برای روزی دیگه که مهیا شد تا بتونیم با هم باشیم، از کلام خداوند بشنویم و خدا رو شکر میکنم برای همه عزیزانی که الان با ما هستید و عزیزانی که بعداً با ما خواهید بود و بعداً این ویدیو رو خواهند دید، بعداً این صدا رو خواهند شنید و این پیام رو خواهند شنید. بیایید اول با هم دعا کنیم که حضور خداوند باشه و خود خداوند به ما امروز پیامش رو بده، روح القدس ما رو هدایت کنه و به ما مکاشفه بده، فقط دانش کلام نباشه. خدا رو شکر میکنم پدر جان برای روز دیگه ای که مهیا شده. خداوند ای روح القدس، میخوام ازت که امروز نیز تو از خودت به ما مکاشفه بده، به تک تک عزیزانی که الان دارن پیامت رو از زبان من میشنون و اون چیزی رو که به من دادی تا با عزیزان به اشتراک بذارم رو دریافت کنن، از تو دریافت کنن و در زندگی هاشون ثمر بیاره و بتونن زندگی پرثمر و موفقی رو پیش رو داشته باشن. به قدرت نام عیسی طلبیدم، آمین. سلام سلام، میبینم اتون و خدا رو شکر میکنم برای حضور تک تکتون. امروز عزیزان بحثی رو که خداوند موضوعی رو که داد و برای من جالب بود، موضوع خیلی عمیقیه، خیلی ریشه‌ایه، ساعت‌ها روزها میشه براش صحبت کرد و یعنی واقعا گفتن توی چند تا کلمه، چند تا تیتر کار آسونی نیست، ولی اون چه که بر خودم دونستم و خداوند به خود من داد و خواستم که همون رو با شما در میون بذارم و ایمان دارم که در زندگیاتون کار خواهد کرد، اینه که کوههای زندگیمونو چطور جابجا کنیم. ما توی کتاب مقدس میخونیم که عیسی مسیح میگه که اگر به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشی، میتونی به این کوه بگی که کوهو جابجا کنیم، به این درخت بگی که بندازیش توی دریا و آب. حالا اینو خیلی همون شنیدیم، خیلی از عزیزان ایماندار، هر عزیز ایمانداری حتما این رو شنیده که عیسی مسیح به صراحت میگه اگر که ایمان داشته باشی همه چیز ممکنه برای تو. اگه ایمان به اندازه دانه خردل داشته باشی به این کوه میتونی بگی جا به جا شو. و این چیز کمی نیست که ما از زبان عیسی مسیح داریم میشنویم و میدونیم که عیسی مسیح داره درست میگه، نمیتونیم بشک. حالا بیایید ببینیم که باور داریم خیلیامون، به هر حال این پیامو قبول داریم، این کلامو قبول داریم، ولی کجای کار گیر افتادیم، کجای کار نمیتونیم استفاده کنیم. من یه چند موردی رو امروز خواستم که با شما در میون بذارم، خودمونو چک کنیم تو این مراحل، ببینیم کجا قرار داریم. گفتم این بحثیه که خیلی خیلی میشه روش صحبت کرد، انتظار نداشته باشید تو این چند دقیقه که با هم هستیم بتونیم همه چیزشو حل و فصل کنیم، ولی در همون حدی که وقت و زمان به ما اجازه میده و حقیقتا در این برنامه میشه گفت میگیم. اول قدم اول اینه که آیا ببینیم که آیا ما ایمان به مسیح داریم. قدم اول اینه که ایمان به مسیح داشته باشیم. اگر کسی ایمان به مسیح نداشته باشه، خب چیزی رو دریافت نمی کنه. عیسی مسیح زمانی که به ناصره میره میگه نتونست معجزات زیادی بکنه. چرا؟ چون مردم ناصره خیلی هاشون قبولش نداشتن، با چشم انسانی میدیدن، میگفتن این عیسی همون عیسیه که دیروز ما دیدیمش همینجا بود، پدرشو میشناسیم، مادرشو میشناسیم، و شروع کردن با چشم انسانی، با دید انسانی دیدن و فکر کردن و رو اون حساب همون رو اعلام میکردن و نمیگرفتن. و یه عده کمی عیسی مسیح میگه که نتونست توی ناصره خیلی کار انجام بده، نه اینکه نخواست، نتونست، بسترش فراهم نبود. و اینجا حالا یه چیز جالبی که هست، همه ما خب ایمان داریم، ایمان به مسیح داریم، خدا رو شکر، این قدم اوله که ما باید نجات و ایمان رو داشته باشیم. و حتی دیدین شاید خیلی از شما عزیزان کسایی هستن که ایماندار نیستن، از هر مذهب، از هر جا، اصلا یا بدون خدا یا حالا هر چی که هست، ولی زمانهایی میشه که برای اون مشکل خاصی که دارن میان به حضور عیسی مسیح. من دیدم، شاید شما هم دیده باشید،
خیلی از عزیزان رو. عزیزان، من توی صفحه پیامای شما رو میخونم، میتونم بخونم، ولی الان تو برنامه نمیتونم جواب بدم. میتونید به هر کدوم، از چه به کلیسای پادشاه ابدی، چه به عیسی نان حیات، به هر کدومشون دایرکت بدید، یعنی مستقیما تو پیامش بنویسید پیاماتون رو، اونطور میتونم ببینم و جواب بدم. ممنونم ازتون. و بله، اینو میگفتم. و میبینید که کسایی که اصلا هیچ ایماندار به مسیح نیستن، ایمان نیاوردن، دعای نجات رو نخوندن و مسیحی نیستن، ولی برای یه مشکل خاصی که دارن میان و برای اون موضوع میگن بذار پاشو بریم از عیسی بپر جواب دعامونو بگیریم. شنیدیم عیسی جواب میدهشه، یعنی با تمام قلبشون میان به حضور عیسی و عیسی دست خالی اونها رو بر نمیگردونه. این هم چیزیه که افرادی که حتی ایماندار نیستن ولی با ایمان وقتی که به حضور مسیح میان ازش دریافت میکنن. شاید مثالی که بتونم از کتاب مقدس اینجا بهتون بگم مثل اون زن سامری بود که میاد به حضور عیسی و میگه که دختر منو شفا بده. عیسی میگه من اومدم برای قوم خودم. البته این خیلی تفسیرهای خیلی قشنگی میشه برای این داشت و در موردش صحبت کرد، ولی عیسی اونجا ممانعت میکنه، میگه نه، نمیخوام که این کار رو انجام بدم، میخوام که من اومدم برای قوم خودم. اون زن میگه من هم که کمترینم. حالا اونجا اون کلمه ای رو که میگه، میگه که ارباب ها اون خورده های غذا رو برای سگ ها هم میریزن، اون سگ های خونه از غذای ارباب استفاده میکنن، به من کمک کن، به دختر من یه شفا بده. و عیسی مسیح اونجا میگه ایمان تو زیاده و اونجا اون کار رو انجام میده، با اینکه اون زن از مسیحیان نبوده، از یهودیان نبوده، ولی اون کار انجام میده. حالا اون بحثی که پیش میاد، شاید بعضی از عزیزان بگن چرا عیسی مسیح ممانعت میکرد، اون یه درسی بود که اون زمان به اون یهودیایی که اونجا بودن و هیچ کسی رو جز خودشون قبول نداشتن، عیسی مسیح یک طوری یه درسی میخواست بده. این نکته رو بگم که به اشتباه نیفتید. خب پس اولین قدم ایمان داشتن به عیسی مسیح، باید ایمان داشته باشیم. قدم دوم چیه؟ مرحله بعد چیه؟ آیا به کلام خدا ایمان داریم یا شک داریم؟ آیا شک داریم؟ با شک نگاه میکنیم یا 100% روش ایمان داریم؟ زمانی که عیسی مسیح روی آب راه میرفته، پتروس برمیگرده، زمانی که عیسی مسیح راه میرفته روی آب، پتروس میگه که میبینه که عیسی مسیح هست، میگه من هم بیام. عیسی مسیح میگه بیا، کلام رو جاری میکنه، میگه بیا. ولی پتروس در وسط راه میبینید که میترسه و شک میکنه، میره تو آب. عیسی مسیح دستشو میگیره، میگه ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟ چرا شک کردی؟ یعقوب میگه آدمی که شک میکنه، کتاب یعقوب رو بخونید، آدم دو دل، آدمی که شک میکنه جواب نمیتونه بگیره. ما اینجوری، بذارید بهتون بگم، ما باید به کلام خداوند، به اون چیزی که گفته شده در کلام، ایمان کامل داشته باشیم. این چیزیه که اینطور بهتون بگم، عیسی مسیح خیلی راحت و ساده گفت، گفت که اگر مثل کودک نپذیرید نمیتونید جلو برید. ملکوت رو، کلام خداوند رو، مثل کودک باید بپذیرید. آدم بزرگا چرا، چی هست، چی نیست، میخوان با فکر جور در بیارن، میخوان اینطور کنن، استدلال کنن، درگیر میشن. نمیگم اینا بده ها، ما همه اینها ابزاری هست که خداوند به ما داده که فکر کنیم، فکر کردن خوبه، ولی اینها چیزی هست که میتونه اینا رو درگیر کنه و اون وسط اینا رو بندازه. عیسی مسیح خودش میگه مثل کودک بپذیرید، یعنی ساده، راحت. چجوری بهتون بگم، وقتی که یه بچه‌ای که به پدرش کاملا اطمینان داره، اگه توی یه ارتفاعی وایساده، یه جای وایساده، پدرش میگه بپر بغل من، اون کودک دیگه فکر نمیکنه به اینکه این پدر میتونه اینو بگیره، نمیتونه اینو بگیره، نکنه دستش در بره. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی اون کودک با تمام سادگی و با تمام ایمان و اعتماد اون پدر رو که بهش میگه بپر تو بغل من، اون رو میپذیره و میپره تو بغل پدرش. کلام خداوند این شکلیه. شاید عزیزان دیده باشید، عزیزان ایماندار رو، حالا در ایران شاید کمتر، ولی ما بیرون از ایران خیلی میبینیم که
کلام خداوند، تمام این کلام خداوند پر از وعده است، پر از صحبت‌های زیادیه که برای تک تک ما ایماندار هاست، چیزایی هست که خداوند برای ما گذاشته، خیلی از عطایا، خیلی از چیزایی که خداوند به ما داده. ولی چرا توی همه وجود نداره؟ چرا همه ایماندارا ندارن؟ نجات رو دریافت کردیم، ایمان آوردیم، خداوند روی صلیب رفت به خاطر ما و ما رو آزاد کرد، این رو دریافت کردیم. حالا مثلا بگم، میرسیم برای زبانها، میرسیم برای شفا، میرسیم برای عطایای دیگه، حرکتهای دیگه، جاهای دیگه، برکات دیگه، چیزای دیگه که خداوند تو این گذاشته، بعضی هامون با شک بهش نگاه میکنیم. یه ذره با شک نگاه میکنیم. با شک نگاه میکنیم، خب جلو نمیتونیم بریم، راهو میبندیم. ولی بعضی ها اون کلمه رو میگیرن و روی اون محکم میسن، میگن خداوند گفته در این و جز این نیست. زیاد تو این نمونم، اینو خودتونم میدونید که باید ایمان 100% به کلام داشته باشید. شاید الان و سوالهای دیگه پیش بیاد که اونو جلوتر براتون پاسخ خواهم داد. شاید بعضیا بگید که خب من ایمان دارم به این کلام ولی باز نمیتونم حرکت کنم. بریم جلوتر بهتون بگم. حالا یه چیز دیگه، اصلا حالا ایمان به کلام داریم و باید برای اون موضوعی که داریم از خداوند میخوایم درش حرکت بکنیم، باید خواست خدا رو به طور کامل بدونیم. مثلا میگم اگر ندونیم که واقعا، مثلا من الان مریضم، آیا مطمئن نباشم، چون اینو من دیدم دارم میگم، مطمئن نباشم که خواست خدا برای من شفاه، خاص خدا آزادیه، میتونم اینو جور دیگه ای تعبیر کنم و تفسیر کنم. همونطوری که من بارها شنیدم بعضیا میگن خدا میخواد از این طریق منو آزمایش کنه. البته خداوند در همه مراحل ایمان ما رو میخواد ببینه که ما چطور میمونیم، آیا روی ایمان هستیم. این چیزی خیلی خوبیه که ما ایمانمون رو در هر سختی، در هر شرایط، در هر مشکلاتی ایمانمون رو نگه داریم و دست ندیم. و شاید خداوند یک زمانهایی اجازه میده ما در یک مسیرهایی بریم تا محکم بشیم، تا ساخته بشیم، تا شکل بگیریم. ولی خواست خدا برای ما این نیست که ما در مریضی بمونیم، در بدبختی بمونیم، در بیچارگی بمونیم، در ناامیدی بمونیم. این خواست خدا نیست. زمانی که از کتاب براتون یه مثال بیارم، زمانی که یه شخصی که ابرس بود و بدنش ابرس پیسی یا مثلا جزام این حالتی بود و میاد پیش عیسی مسیح میگه که عیسی مسیح میخوام که آیا میخوای منو شفا میدی؟ دقیقا جمله شو خواست تو هست که منو شفا بدی، میخوای که منو شفا؟ عیسی مسیح میگه من میخوام، آیا تو میخوای؟ یعنی اون شخص سوالی داشته از عیسی مسیح، میپرسیده که تو میخوای که منو شفا بدی؟ آیا میخوایی که منو شفا بدی؟ شاید خیلی از وقت ماها نمیدونیم که واقعا اراده خداوند در اون موقعیت از زندگی ما چیه. آیا خدا میخواد که من این کارو بکنم؟ آیا اینا رو همه رو بر طبق کلام، وقتی که کلام خدا رو میخونید، افکار خداوند رو درک میکنید، اراده اون رو درک میکنید، چیزهایی رو که براتون مهیا کرده رو درک میکنید، همه اینها رو از کلام میتونید. شما زمانی که با یه فردی صحبت میکنید چطور ازش شناخت پیدا میکنید؟ به مرور وقتی که باهاش هم صحبت میشید، اون فکرش از زبان اون شخص میاد بیرون و شما قلبش و فکرش رو میفهمید از کلامش. کلام خداوند قلب و فکر خداوند رو، خواست خداوند رو به ما نشون میده و از این کلام ما میتونیم بفهمیم که اراده خداوند چیه. دیگه سوال نمی کنیم خداوند رو میخوای که من از این گرفتاری نجات پیدا کنم یا نه، و میدونیم که البته میخوای. پس تا اینجا ایمان به مسیح بود، ایمان به کلام خداوند بود، نشک کردن و اینکه خاص اراده خداوند رو بدونیم. و یکی دیگه اینی که مهمه، چهارم بهتون بگم، اینی که بدونیم که خداوند میخواد برای من همین رو انجام بده. شاید یه وقتایی من فکر میکنم خداوند میخواد که دیگری رو برکت بده، اون آدم خوبیه میخواد اونو برکت بده، اون میخواد شفاش بده، اونو میخواد راهاش باز بشه، یا اون در یک شرایطی که خداوند بهش توجه داره. ولی اینو باید بدونم که من هم عزیز خداوندم،
برای خداوند هیچ فرقی نمیکنه. چه عزیزی که سالهای سال ایماندار مسیحی باشه، شاید داره خدمت میکنه در خداوند، خدا رو شکر که داره این کارو میکنه و با قلبش داره خدا رو جلال میده و حرکت میکنه برای خداوند، چه اون عزیزی که تازه ایمان آورده، اصلا چه عزیزی که ایمان نیاورده، یک شخصی که اصلا ایماندار هم نیست، یک انسانه، آفریده خداونده، خداوند اونو آفریده. قلب خداوند اینه که اون رو هم برکت بده، اون رو هم نجات بده. اینو از کجا میدونم؟ برای اینکه تو کلام گفته، برای اینکه تو کلام گفته خداوند از مردن مرد شریر هم خوشحال نمیشه، نمیخواد حتی یک نفر هم در شرارت بمیره. اینه که با اطمینان وای میسم و اگر زمانی که اشتباه مثلا میگم پیش میاد، چه ایماندار، خیلی وقت ایماندارای این حالت برشون پیش میاد، وقتی که توی اشتباه، گناه، خطا میفتن، تکلیف خودشون رو نمیدونن، نه الان چی کار کنیم، الان دیگه خداوند میخواد ما رو مجازات کنه، ما رو بکوبه، دیگه ما رو نمیپذیره، ما محکومیم، یا چی چی چی. پس باید بدونیم خواست خداوند چیه در اون موقع، که بعد با ایمان روش وایسیم. اگه اشتباه کردیم برگردیم، اگه در شرایط بد هستیم بدونیم که باز خداوند در همون جا هم میخواد دست ما رو بگیره. اشتباه نکنید، منظورم این نیست که در همون شرایط گناه یا بدی که از خداوند نیست ادامه بدیم و بگیم که خداوند میخواد ما رو نجات بده، نه، توبه باید بکنیم برگردیم دیگه. واقعا قلبا داوود، زمانی که داوود رو خداوند خیلی دوست داشت به خاطر اینکه واقعا عاشق خداوند بود، قلب خداوند رو میشناخت و دوستش داشت و با خداوند خیلی تجربه ها داشت داوود، شاید بارها گفتم و یا شنیدید، و داوود به خاطر اشتباهی که میکنه، زنایی که میکنه، خب از خداوند نبود اصلا، اینو خداوند میدونه که قبول نداره، میدونست که اشتباه کرده، ولی داوود بعد از اون با تمام پشیمانی و توبه، به طوری که میگن پلاس میپوشه، ناراحتی میکنه و به حضور خداوند میره، میگه خدایا این دل منو با تو صاف کن، میخوام با تو از نو صاف بشم، از نو اون رابطه رو با تو داشته باشم، منو بیار بیرون از این نابودی که توش نشستم، از این پلاس و خاکستری که نشستم. منظورم اینه که خداوند میخواد که ما رو در هر شرایطی برکت بده. پس این برای همه ماها هست، پس اینو بدونیم، خداوند خواستش برای همه است، نه فقط برای عده خاصی. اگر کاری رو توی زندگی یکی کرد، اگر یکی رو برکت داد، اگر یکی رو بلند کرد، اگر یکی رو شفا داد، اگر یکی رو خوشبخت کرد، هر چیزی، اگر یکی رو موفق کرد، برای من هم میخواد بکنه و میتونه بکنه. اینو ایمان داشته باشم که میتونه بکنه. اینکه به قدرت خداوند ایمان داشته باشیم که میتونه بکنه و برای من هم میخواد بکنه خیلی مهمه. خدا رو شکر. و یه چیز دیگه ای که باید حواسمون بهش باشه اینه که نترسیم. ترس یک مانع بزرگه. نترسیم. ترس خیلی از وقتا ما رو از مسیرمون دور میکنه. داریم میریم نمیدونیم. یا الان همون مثالی که برای پتروس زده بودم. پتروس یک آن از اون طوفانی که داشت میومد ترسید و نتونست روی اون چیزی که ایمان داشت و خداوند بهش گفت و قدم برداشت روی آب، نتونست رو اون بمونه. یک آن نگاه کرد، طوفان رو دید و افتاد. زمانی که عیسی مسیح داشته میرفته توی چیز، شنیدید که دختر یایروس نامی بود، رئیس کنیسه، دخترش میمیره و حالا یا رو به موت بود و میفرسته دنبال، میاد دنبال عیسی مسیح. زمانی بود که عیسی مسیح تو جمعیت بود و عده زیادی دورش جمع شده بودن و خیلی مانع بود برای حرکت کردنش. یایروس میاد به عیسی مسیح میگه که دخترم در این شرایطی، میخوام که بیای و اونو نجات بدی. عیسی مسیح میگه باشه. همین مابین با این فاصله‌ای که ایجاد میشه و اون جمعیت که مانع از حرکت مسیح بودن، یه شخصی میاد و به یایروس میگه که یایروس دیگه خودتو زحمت نده، دخترت مرده. و یایروس زمانی که چیز میکنه، مسیح بهش چی میگه؟
میگه نترس، نترس. همون ایمانی که اومدی پیش من برای دخترت، اون ایمانتو حفظ کن. نترس، اگه اومدی پیش من، مرگ و حیات تو دست عیسی مسیحه، صاحب مرگ و حیاته. عیسی مسیح حتی اگر کسی که مرده باشه میتونه زنده کنه. این مرد اون رو میدونست، با اون ایمان اومده بود پیشش و بهش میگه نترس و بر همون ایمانی که داشتی بمون. و این رو چه باهاش حرکت میکنه و بعد به خونش میره. پس ترسی که از اون موانع هست که ما رو میتونه از مسیری که داریم میریم دور بکنه. باز باید این کلام اونقدر در ما محکم باشه، با ایمان روش وایسیم که هیچ ترسی ما رو تکون نده. اینا رو یکم دیگه براتون بازتر خواهم کرد. و چیز دیگه ای که هست، بذارید اینجا یه چیز دیگه، زمانی هست ما میگیم آقا ایمان دارم، اینم میدونم، ولی یه جاهایی کم میاریم. میدونید یه جاهایی ما کم میاریم و احساس میکنیم که خب من به کلام خدا باور دارم، ولی چرا نمیتونم. الان فکر کنید اون مرد به عیسی مسیح باور داشت، اون پدر، ولی این ترس اومده سراغش، ایمانشو داره ضعیف میکنه. چیکار باید بکنیم؟ ما هم انسانیم، زمانهای پیش میاد، میدونیم کلامو، باور داریم، یا ترس به ما غالب میشه، یا فشارهای زیادی به ما میاد، یا انسانیم، در اون شرایط ترس و ناامیدی میخوایم قرار بگیریم و نمیدونیم چیکار کنیم. اینجاست که از خود خداوند کمک بگیرید. خداوند ایمان منو مدد کن. زمانی که یه شخصی بود که پسرش سر داشت، وقتی که میاد پیش عیسی مسیح میگه عیسی جان کمک کن این پسر منو، که این سر اینو هر دفعه این قش میکنه، این روحای پلید اینو میندازن زمین. و عیسی مسیح میگه که چرا ایمان نداری؟ میگه ایمان منو مدد کن، من میدونم تو این کار میخوای، میتونی انجام بدی، ولی ایمان منو مدد کن. من باورت دارم، ولی اونطوری که باید نمیتونم وایسم روی این موضوع که شفای بچه‌مو دریافت کنم، نجات بچه‌مو بگیرم. ایمان منو مدد کن. اون پدر از مسیح میخواد اون موقع که ایمانش رو مدد کنه. عیسی مسیح برای پتروس میگه پتروس، و برای همه ایماندارا، برای پتروس گفت پتروس برای تو دعا کردم که ایمانت روی ایمانت بتونی بمونی. عیسی مسیح در اون روز آخر برای ایماندارها دعا میکنه که بتونن روی ایمان بمونن. واقعا راحت نیست، شعار نمیتونیم بدیم، بگیم که آقا کلامو داریم و روی این کلام میتونیم بمونیم. واقعا راحت نیست. ایمان ما رو باید مدد کنه خداوند. خداوند باید ایمان ما رو مدد کنه. و این کلام با روح القدس باید بر ما مکاشفه بشه. اگر کلام با روح القدس برای ما مکاشفه نکنه، روح القدس باید این کلام رو برامون مکاشفه بکنه. اگر نکنه، ما فقط دانش داریم و اون دانش ما رو حرکت نمیده، هیچ کمکی به ما نمیکنه. و فقط یه دانشی داریم، میدونیم، مثل خیلی های دیگه که دانش دارن و انجام نمیده. و یکی از چیزهای دیگه که دلم میخواد بهتون بگم که مهمه داشته باشیم، اینه که ایمان داریم به کلام خداوند. کلام رو هر روزه بهش فکر میکنیم، باید به زبون اعلام بکنیم، به قلب باور داریم، به فکرمون جا میدیم، با تکرار به زبون اعلام میکنیم. یکی از چیزهایی که میتونه باز هم این وسط ما رو درگیر بکنه، اذیت بکنه و اجازه نده که ما به اون چیزی که میخواییم برسیم، دیگران هستن. کیا دور بر ما هستن؟ ما میتونیم کسایی رو داشته باشیم که به ما منفی بدن، به ما برعکس کلام بگن. زمانی که شخصی بود به نام بارتیماوس، شاید توی کلام خوندین، بارتیماوس نشسته بود توی یه گذر، کور بود. از عیسی مسیح شنیده بود که عیسی مسیح شفا میده و همه کار میتونه بکنه. این شخص شنید که مسیح داره میاد، شروع میکنه به داد زدن و صدا زدن مسیحو که بمونه و بره به حضورش. بارتیماوس داره اینجا فریاد میزنه، اون چیزی رو که شنیده، با ایمان داره صدا میزنه، مسیح، عیسی، عیسی. داشته باشید اون دوربر کسایی که بودن، بخونید اون قسمت رو توی مرقس 10. افرادی که دوربرش بودن میگفتن چی داری میگی؟ ساکت شو،
مسیح برای تو کاری نمیتونه بکنه، ساکت شو، بشین. به هر طریقی میخواستن اینو بنشونن و مانع از این بشن که این به حضور عیسی بره. ولی چیکار کرد؟ همه اونا رو زد و به حضور عیسی رفت. زمانهای پیش میاد ما وعده خداوند رو داریم، کلام خداوند رو داریم، ایمان داریم، این رو داریم تکرار میکنیم تو قلبمون، تو فکرمون، هر روزه این رو با خودمون تکرار میکنیم. کسایی هستن که دارن ضد اون رو اعلام میکنن. کلام خدا میگه ایمان از شنیدن کلامه. ما کلام رو باید بشنویم، تکرار کنیم، و برعکس این بی ایمانی از دنیا میاد. شنیدن از دنیاست، شنیدن از اون کساییه که فقط با چشم ظاهری دارن میبینن. پس اون افرادی رو که کلام خدا رو نمیدونن، بر ضد کلام خدا میخوان صحبت بکنن و مانع بشن از این که ما به اون جایی که باید بریم و اون هدفی که داریم برسیم، اونها رو سعی کنیم ازشون فاصله بگیریم. عیسی مسیح زمانی که میره دختر یایروس رو شفا بده و بلند کنه، مرده بود در واقع، اونا داشتن همه گریه میکردن تو اون خونه. عیسی مسیح زمانی که میره بهشون میگه برید بیرون از اتاق، همشون رو میفرسته بیرون، خودش و یکی دوتا از شاگرداش و پدر مادر دختر رو میبره. کسایی رو با خودش همراه میکنه که با ایمان هستن و میخوان که دریافت کنن، میخوان اون نجات رو ببینن، اون زنده شدن دختر رو ببینن. اونایی دیگه داشتن عزاداری میکردن. میدونید چی میخوام بگم؟ ما داریم از این حرفا توی زندگیمون، خیلی داریم دور و برمون. کلام خدا رو میگیم، میگه چی میگی؟ مگه نمیبینی؟ خب چرا؟ من دارم میبینم، چشم دارم، چشم انسانی دارم، گوش انسانی دارم، من اونو دارم میبینم، میشنوم، ولی من چیز دیگه ای رو دارم میگم. و حرکت دیگه ای رو که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که در ایمانمون، ایمانمون رو به عمل تبدیل کنیم. توی یعقوب بخونید، یعقوب خیلی در مورد ایمان و عمل صحبت کرده. یعقوب میگه ایمان با عمل کامل میشه، با اعمال ما کامل میشه. یعنی اگر من یک حرفی رو بزنم و بهش عمل نکنم، انگار هیچی باور ندارم. چجوری بگم؟ ما تو ضرب المثل های خودمونم میگیم مرد و حرفش، حرف مرد عمل میکنه. یعنی کسی که، حالا نمیدونم ضرب المثل رو باز نتونستم قشنگ بگم براتون، همه چی یادم رفته. کسی که آدم پای حرفش میمونه، عمل میکنه، یه همچه ضرب المثلی هست که حرفش رو باید با عملش ثابت کنه. اون عمل اون چیزی رو که ایمان داریم و باور داریم رو نشون میده. یعقوب توی 26 میگه ایمان بدون عمل مرده است، مثل یک جسمیه که روح نداره. ایمان بدون عمل مرده است. و چطور حالا یه مثال کتاب مقدسی از این براتون بگم. زنی که 12 سال خونریزی داشت، خوندید توی کتاب، عزیزای ایماندار خوندن، میدونید اون زن در واقع اون مشکلی رو که داشت، همه دکترها همه جا رفته بود و هیچ نتیجه نگرفته بود. این رو میگم شاید عزیزانی نخونده باشن یا نمیدونن این موضوع چی بوده. این زن 12 سال داشته رنج میبرده از اون مریضی و توی مذهب یهود شخصی با این وضعیت نباید تو معابر عمومی بیاد، نباید ظاهر بشه و یه جوریه که نجس دیده میشه و باید دور وایسه، فاصله بگیره از دیگرون. این زن از عیسی مسیح شنیده بود و میگفت که اگر برم و عیسی رو ببینم و رداشو دست بزنم، من شفامو دریافت میکنم، خوب میشم. و با این ایمان عمل کرد، از خونه در اومد، با اینکه اگر دیگرون میدونستن براش خیلی بد میشد، حرکت کرد، اومد و همون چیزی رو که ایمان داشت رو انجام داد. خدا رو شکر میکنم. و بعد که مسیح فهمید که و بهش گفت با ایمانت، از ایمانت تو شفا رو دریافت کردی، بذارید اینطوری بهتون بگم، شاید اینجا یه اشتباهی پیش بیاد، شاید بعضیا بگن که خب پس من به هر چی فکر بکنم انجام میشه، عملی میشه. نه، بذارید یه چیزی، ما روح خداوند رو داریم، روح القدس رو داریم، بر طبق کلام از خداوند بخواید و با هدایت روح حرکت کنید. روح القدس بهتون میگه که الان تو برو، مثلا جلساتی بوده برای خیلی از شبانان بوده، جلسات شفا هست، یه کسی این رو دریافت میکنه از خداوند، از روح خداوند، که تو اون جلسه اگر بری،
اگر اون شبان برای تو دعا کنه، اون کشیش برای تو دعا کنه، تو دعا، جواب دعا تو خواهی گرفت، تو شفا تو خواهی گرفت. اون باید با ایمان بره اونجا. یا خداوند بهش میگه برو الان این آزمایش رو بده، این تست رو بده، تو جوابت رو خواهی گرفت، تو خوب خواهی شد. این دکتر رو برو، این دکتر میتونه تو رو خوب بکنه. هدایت میگیره از خداوند، میدونید؟ نه اینکه بگم همه چی خیالاتی نیست، واقعا بخوایم چیز بکنیم. خداوند از طریقای خودش حرکت میکنه، از طریق آدمها حرکت میکنه. و اگر خداوند هدایت میده که برو این دکتر، اون دکتر، اون شاید تو رو شفا از طریق دست اون، دارویی که بهت میده، کارایی رو که برات انجام میکنه، شفا تو میگیری. یا برو پیش این شخصی که میخواد بهت کار بده. میدونی چی میخوام بگم؟ اون هدایت روح القدس باید باشه. بهتون میگه دعا کنید، با ایمان روی کلام بمونید، از خداوند بخواید که از طریق روحش بهتون هدایت بده. و توی عبرانیان این رو در یک جمله، همه این حرفایی رو که من زدم در یک جمله خلاصه قشنگ گفته. عبرانیان 11:1، ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته و برهان چیزهای ندیده است. یه بار دیگه، ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته و برهان چیزهای ندیده. چیزهای امید داشته از کجا میتونیم امید داشته باشیم؟ وقتی که کلام خدا رو میدونم، میدونم که هست، حقیقت اینه، حتی اگر واقعیت چیز دیگه ای رو داره میگه، این حقیقت، این چیزیه که خداوند برای من و زندگی میخواد. این زندگی منه، این چهره منه، این منم، نه این چیزی که امروز هستم و در این تلاطم افتادم. این اون برکتیه که، حیاتیه که خداوند برای من آورده. با این ایمان میمونم و مثل این براتون بگم و امید دارم به اون. بذارید این مثالم بزنم، شاید یکم باز کنه این قضیه رو. زمانی که شما یک دونه ای رو میبرید و در زمین میکارید، ایمان دارید، ایمان دارید که این دونه ماهیتش، مثلا اگر یک دونه حالا درختیه، درخت سیبیه، درخت، ایمان دارید که این دانه سیب، درخت سیب خواهد شد. اینو میبرید، با ایمان میکارید. وقتی که میکارید توی زمین، امید دارید، ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته است. این میشه ایمان. شما اونو با ایمان کاشتید توی زمین و امید دارید و میدونید که اون یه روزی سبز خواهد شد و در خواهد آمد، حتی اگر اون با چشم نمیبینید، ولی میدونید که باید براش انتظار بکشید. میدونید باید براش انتظار بکشید. و میگه برهان چیزهای ندیده، دلیلیه برای اون چیزهای ندیده. حتی اگر الان شما اون درخت سیب رو ندیدید، با ایمان میدونید که اونجا درخت سیب در میاد و این امید دارید که بعد چند سال، حالا زمانش چقدر نمیدونم، میدونید که اون درخت از اونجا در خواهد اومد، چون ماهیت اون دونه رو میدونید. میدونید که اون دونه دونه سیب بود، میدونید این دونه دونه سبزیه، بعد چند روز در میاد. جنس اونو میشناسید، با ایمان اونو میکارید، با ایمان اون رو میکارید. حالا این کلام رو با ایمان بکارید در قلبتون، در فکرتون، در زبانتون، هر کدوم از این کلامو. چیزهایی هست که باید کاشته بشه، اعلامش میکنید و باید منتظر وایسید که اون بیاد و به شکل فیزیکی جامعه عمل بپوشه. ما اینو میدونیم که ابتدا در دنیای روحانی شکل میگیره و بعد ما در دنیای زمینی میبینیم. خداوند اول زمین، آسمان، دنیا و همه چیز رو خداوند در قلبش داشت، در فکرش داشت، اون رو داشت و بعد به کلام گفت و ظاهر شد و ما دیدیم و ما هم اون رو اعلام میکنیم، کلام ایمان رو اعلام میکنیم. اگه کوهایی در زندگیمون هست، قد علم کرده سر رامون، ما کلام ایمان رو جاری میکنیم و میدونیم مثل همون دونه زمانش میرسه و اون رو خواهیم دید. خدا رو شکر میکنم برای تک تکتون. نمیدونم چقدر تونسته باشه امروز این مبحث کمکتون کرده باشه، چقدر تونسته باشم امانتدار بوده باشم، اینو گفته باشم بهتون و ایمان دارم که خداوند براتون باز خواهد کرد.
من تلاشامو کردم، من اونچه که باید فکر میکنم بهتون میگفتم گفتم در این زمان کم. فقط خودمونو چک کنیم ببینیم آیا یک دور به صورت چیز میگم، آیا ایمانمون بر روی مسیح هست، به کلامش مطمئن باشیم، شک نداشته باشیم، خواست و اراده خدا رو دقیقا بدونیم و مطمئن باشیم که خداوند قادر مطلق، میتونه اون کار رو انجام بده، خداوند توانایی خداوند رو اطمینان داشته باشیم و بدونیم که خواست خدا برای ما هم هست و دیگه این که ترس به خودمون راه ندیم، در مسیری که داریم میریم چشممون و نگاهمون بر روی کلام باشه و دیگه نترسیم از چیزایی که داره به سمتمون میاد و کنار افرادی که منفی هستن و بر ضد کلام و ایمانمون دارن صحبت میکنن قرار نگیریم و آخر از همه ایمانمون رو براش قدم برداریم، قدم ایمان رو برداریم، حرفی رو که میزنیم با کلام فقط نباشه، با عمل هم اون رو نشون بدیم و بدونیم که خود روح القدس عمل میکنه. خدا رو شکر میکنم برای تک تکتون، مرسی برای زمانی که گذاشتید و با من بودید و این پیام رو با هم گفتیم و شنیدیم. شما رو به دستای خداوند میسپارم. باشه که به نام عیسی هر کوه و هر مانعی که جلوی زندگیتون و مسیرتون قد علم کرده به قدرت نام عیسی شکسته بشه و به قدرت نام عیسی باشه که اراده و خواست خداوند در زندگی تک تکتون بیاد و اونچه که اراده خداوند در آسمان براتون بوده بر روی زمین بیاد و از آسمان خداوند دریافت کنید به قدرت نام عیسی. آمین.